گزارش محرمانه مقام‌های دولت آمریکا به کنگره درباره ایران، حرف‌هایی که نه نظر موافقان را عوض کرد و نه مخالفان. مسابقه با زمان برای رشد جمعیت، آیا جامعه ایران می‌تواند در 20 سال آینده کمکاری گذشته را جبران کند؟ و سنت بچه پوشی افغانستان در آمریکا تئاتر شد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. رئیس کمیسیون نیروهای مسلح در مجلس نمایندگان آمریکا گفته با وجود توضیحات دولت هنوز نمی‌داند که موضع کاخ سفید در مورد تنش با ایران چیست. هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا، سرپرست وزارت دفاع و دو مقام نظامی و امنیتی تلاش کردند که تصویری روشن از روابط بحرانی ایران و آمریکا به اعضای کنگره ارائه کنند. جلسه پشت درهای بسته بود و صحبت‌ها محرمانه، اما آنطور که سام فرزانه گزارش می‌دهد، حرف‌ها هرچه بود تأثیری بر نظر موافقان و مخالفان سیاست‌های دونالد ترامپ نگذاشت. وزیر خارجه آمریکا، سرپرست وزارت دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در دو جلسه محرمانه با اعضای مجلس نمایندگان و سنای این کشور سعی کردند آنها را متقاعد کنند که سالهاست منافع آمریکا از جانب ایران تهدید می شود و این کشور چاره‌ای جز آمادگی برای مقابله نداشته است. اما این توضیحات به نظر می رسد فقط برای نمایندگان همحزبی قابل قبول بوده. ما خطرهایی که برای منافع آمریکا و آمریکایی‌ها در منطقه وجود دارد را مرور کردیم و کارهایی که این دولت برای مقابله با آن انجام داده به نظرم بسیار مناسب است. جلسه بسیار خوبی بود. برای من توضیح دادند که چقدر تهدیدهای ایران با گذشته متفاوت بوده. حمله به کشتی‌ها و خطوط نفت از طرف دولت ایران برنامه ریزی شده بود. گفتند که اطلاعاتی به دست آوردیم که به گروه‌های شیعه دستورات بیشتری میدن و هدف قرار دادن آمریکایی‌ها و منافع ما بیشتر شده. تصمیم برای فرستادن ناوگروه ابراهام لینکلن به منطقه برای خونسا کردن حملات بوده و نه شروع جنگ. ما نمی‌خوایم با خشونت عمل کنیم. ما دفاع می‌کنیم. اگر سربازان ما در خطر باشند، ما با نیروی زیاد بان پاسخ می‌دهیم. اگر سوالتان این است که آیا تهدید ایران برطرف شده یا نه، می‌گویم البته که نه. ایران در 40 سالی که گذشت تهدید جدی برای آمریکا و دنیا بوده است. ما نمیتوانیم همینطور دست روی دست بگذاریم تا این حملات اتفاق بیفتد بدون اینکه سیستم دفاعی داشته باشیم. ما هر کاری که در توانمون باشه انجام میدیم تا به ایران بگوییم اقدام علیه آمریکا یا منافع آمریکا در هر جایی با پاسخ قدرتمند ما مواجه میشه. دموکرات ها اما چندان موافق جمع‌بندی دولتی ها نبودند و از جنگ طلبی اعضای حزب حاکم ابراز نگرانی می‌کردند. به نظرم جنگ با ایران اتفاقی به مراتب بدتر از جنگ با عراقه و امیدوارم که مردم آمریکا به این دولت بگن که ما به جنگ با ایران نمی‌ریم. آقای پومپو استدلال‌های سیاسی و طولانی کرد و گفت که بله، این لیستی از کارهای وحشتناکی است که ایران انجام داده. حدود 10 دقیقه شد تا اون که من قطعش کردم. هر کسی که صحبت میکرد میگفت که بله، ما میدونیم ایران بده، اما شما چه سیاستی دارید؟ خیلی اطلاعات زیادی نمیدادن. اینطور میگفتن که اگر بخواهن میتوانن با ایران ارتباط برقرار کنن. اما محمد جواد ظریف و جان کری با هم تلفنی صحبت میکردند. میتوانستن از طریق تلفن از افزایش تنش‌ها بکاهن. من نمیدانم این دولت چطور میتواند با کره شمالی مذاکره کند اما با ایرانی ها نه. نگرانم که از روی قصد یا ناخودآگاه موقعیتی درست کنیم که در اون جنگ اتفاق بیفته و بذارید به شما بگم این جنگیه که همینطور ادامه و ادامه و ادامه داره.
جمهوری خواهان با این جمع‌بندی موافق نیستند. آنها میگویند در صورت لزوم آمریکا باید به حمله احتمالی ایران پاسخی قاطع دهد. به بعضی از همکارانم این پیام را بدم. شما نگران هستید که پاسخ ما به ایران قانونی است یا نه. اما من نگران این هستم که ما پاسخی ندهیم. من به وزیر خارجه و دفاع این را گفتم که اگر به یکی از منافع ما یا افراد ما در عراق یا جای دیگری حمله شود و شما پاسخی ندهید، ما اینجا شما را زیر سوال می‌گیریم که چرا گذاشته اید آمریکایی‌ها کشته شوند و آن را تلافی نکرده‌اید. پیامی که به نظر می رسد با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ مبنی بر برخورد محکم با ایران همخوانی دارد. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. مقام‌های وزارت بهداشت ایران درباره کاهش جمعیت هشدار دادند. رشد جمعیت در 20 سال گذشته نه تنها بیشتر نشده، بلکه آمار ازدواج و زاد و ولد پایین هم آمده. ایران تنها کشوری نیست که با خطر سالمندی جمعیت و کاهش نفوس روبروست. تلاش‌های سیاستگزاران ایران برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری هنوز به جایی نرسیده. دلایل آن در گزارش سیاوش اردلان. چرا بسیاری ایرانی ها نمی خواهند بچه دار شوند؟ جواب ها ساده است. مثلا وضع بد اقتصادی یا خوشبین نبودن به آینده. ایران زمانی به خاطر موفقیتش در کاهش جمعیت زبانزد جهانیان بود. بهای آن امروز مواجهه شدن با بحران کاهش جمعیت است. 20 سال پیش میانگین سنی ایرانی ها 15 تا 29 سال بود. امروز سنین میانسالی. سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم. از وقتی رهبر ایران اذعان کرد که در بحث جمعیتی ایران اشتباه کرده، مشوق‌های زیادی برای تشویق ایرانیان به فرزندآوری اعلام شده. بسته بهداشتی درمانی رایگان، هدیه تولد فرزند به مادر، مشوق‌های مالیاتی، امکان بازنشستگی برای مادران شاغل، وام قرض‌الحسنه برای فرزندان سوم تا پنجم، تأمین خوابگاه برای دانشجویان متأهل، بیمه تامین اجتماعی زنان متأهل خانه‌دار و خیلی مشوق‌های دیگر که یا به درستی اجرا نشدند یا پول اجرای آن نیست یا همه اینها هست ولی کافی نیست. ایران تنها نیست. بحران کاهش جمعیت دامن خیلی کشورها رو گرفته. مثلا دانمارک. ببینید دانمارکی‌ها به چه ترفندهای متوسل شدند. دانمارک مشکل دارد. آمار زاد و ولد در 27 سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده. برای تأمین جمعیت سالمند نوزادان کمتری به دنیا آمدند. راه حل چیست؟ با اما آشنا شده. اما دانمارکی است، اما نطفه او در پاریس بسته شده، در همین هتل. 30 سال پیش پدر و مادر اما در این اتاق خلوت کردند. نطفه 10% دانمارکی ها در تعطیلات خارج از کشور بسته می شود. سفر باعث می شود زوجها همدیگر را به چشم بهتری ببینند، هورمون های بهتری ترشح کنند و علاقه بیشتری به سکس پیدا کنند. اگر تعطیلات خود را با ما رزرو کنید و نشان بدهید که نطفه فرزندانتان در این تعطیلات بسته شده، ما تا 3 سال کلیه لوازم نوزاد شما را تامین می کنیم. یا در اندونزی. چرا نعنا میخوری؟ میخوام ماچت کنم. اه چطور؟ امشب شب ملی ماست. یعنی چی؟ یعنی وقتشه به وظایف شهروندیمون عمل کنیم. بچه ها خوابیدن، بیدارشون نکنیم، ازشون بیشتر بیاریم. امشب چه شبیست؟ شب ملی اندونزیست. شاید ایران نتواند مثل این کشورها چنین آشکارا از سکس برای تشویق به فرزندآوری استفاده کند. هرچند تلاش ها به انهای مختلف ادامه دارد. اولا بچه دار بشین. یک، اینایی که اول زندگی هم دوره عقب میندازن میگن حالا زوده پلانه، این ناشکریه. شب دوشنبه بود که تاکید شده بود اگر که فرزندی در این شب در حقیقت بود اول وجود او شکل بگیره و نطفه حقیقی او شکل بگیره، در بالاترین حد از رضایت از خداونده. ایران تا سال 1420 یک پنجره جمعیتی دارد. یعنی تا 22 سال دیگر وقت دارد که از مزیت جمعیتی نسبتاً جوان برای حفظ نفوس بهره ببرد. وگرنه شاید شبهای جمعه هم افاقه نکند. چه برسد به شنبه و یک شنبه و دوشنبه.
سیاوش اردلان، بی بی سی. در ایران رهبر جمهوری اسلامی خواستار استفاده از کلمات فارسی به جای واژه‌های خارجی شده. او حتی دو واژه را برای استفاده به جای تلویزیون و رادیو پیشنهاد کرده. پیش از این هم آیت الله خامنه‌ای به این دو واژه اشاره کرده بود، اما استفاده از آنها همه‌گیر نشد. جزئیات بیشتر از فرین عاصمی. راجب زبان بنده حقیقتش نگرانم. ابراز نگرانی رهبر جمهوری اسلامی از وارد شدن لغات خارجی و اونطور که او نامیده فرسایش زبان فارسی در دیدار با شاعران. آیت الله خامنه ای حتی خواست به جای رادیو و تلویزیون کلمات دیگری استفاده شود. ما میتونستیم بگیم تلویزیون، تلویزیون شکل فارسی داره. رادیان، رادیان، ما رادیو اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم معمولا. مگه حالا ممکنه به ندرت یه چیزی پیدا بشه؟ ما چه اشکال داشت رادیو رو رادیان میشد فارسی، اشکالی هم نداشت. این کارم نکردیم. اگر ما میگیم که زبان فارسی، گفته های آقای خامنه ای با واکنش فوری غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی همراه بود. آقای حداد عادل در یک سخنرانی در جمع کارکنان صدا و سیما گفت باید این موضوع جدی گرفته شود و این اولین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی درباره زبان فارسی تذکر می‌دهد. منظور آقای حداد عادل سخنان رهبر ایران در دی ماه سال 74 است که در آن توصیه کرده بود از تلویزیون و رادیان استفاده شود، درخواستی که عملی نشد. رادیان زاویه مرکزی مقابل به کمانی از دایره است که طول آن با شعاع دایره برابر است. این مسئله باعث شده تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در انتقاد از گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی به این واحد اندازه‌گیری اشاره کنند. رهبر جمهوری اسلامی در حالی از استفاده از کلمات فارسی به جای کلمات خارجی صحبت کرده که استفاده از کلمات انگلیسی این روزها در ایران به شدت زیاد شده. در منوی رستوران‌ها و کافه‌ها تعدادی از این کلمات به چشم می‌خورند. حتی گاهی این کلمات از تیتر روزنامه‌ها سر در می‌آورند. یا این تیتر با تلفظی اشتباه از کلمه انگلیسیش. در ایران معمولاً واژه‌سازی‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اقبال زیادی مواجه نمی‌شود. چرخک به جای ویلچر، نورتاب به جای آباژور و نمونه‌هایی از این دست هیچ وقت عادی نشدند. باید دید آیا اصرار رهبر جمهوری اسلامی برای استفاده از رادیان و تلویزیون به نتیجه خواهد رسید یا خیر. فرین عاصمی، بی بی سی. از روز پنج شنبه گذشته مردم در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا پای صندوق‌های رأی رفتند تا اعضای پارلمان اروپا را برای 5 سال آینده انتخاب کنند. انتخابات این دوره از یک سو شاهد قدرت گرفتن احزاب عوامگرا و راستگرای افراطی است و از سوی دیگر در بریتانیا نفس برگزاریش جنجال و تنش به پا کرده. بهرنگ تاجدین درباره پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا توضیح می‌دهد و اینکه این دو چه اهمیتی برای مردم گوشه و کنار دنیا دارند. اروپا برای قرن‌ها شاهد جنگ‌های خونینی بود. پس از شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که راه پایان همیشگی این جنگ‌ها همبستگی و اتحاد است. همین است که 6 کشور در سال 1952 جامعه زغالسنگ و فولاد اروپا را تشکیل دادند که حالا پس از 7 دهه به اتحادیه اروپا تبدیل شده. نهادی متشکل از 28 کشور که هم کارکرد سیاسی دارد و هم کارکرد اقتصادی. مثلا مسئول سیاست خارجیش نماینده جامعه جهانی در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود. از نظر اقتصادی هم مهمترین کارکرد اتحادیه اروپا ایجاد یک بازار واحد بین اعضایش است. بازار واحدی بر مبنای جابجایی آزادانه کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار. این یعنی صادرات و واردات بین اعضای این اتحادیه نامحدود و بدون عوارض است. سرمایه میتواند از کشوری به کشور دیگر برود و شهروندان هم میتوانند بدون ویزا برای کار و زندگی از کشوری به کشور دیگر برود. نهادهای مختلفی برای اداره اتحادیه‌ای به این بزرگی تأسیس شدند. کمیسیون اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک عملاً قوه مجریه اتحادیه اروپا است. دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ، دیوان عالی یا قوه قضاییه‌اش و پارلمان اروپا هم نماد قوه مقننه‌اش.
پارلمانی که بیشتر جلسه هایش در بروکسل است ولی ماهی یک بار برای رأی‌گیری به استراسبورگ فرانسه می رود. پارلمان اروپا 751 عضو دارد که هر 5 سال یک بار انتخاب می شوند. کشورهای پرجمعیت تر مثل آلمان نمایندگان بیشتری دارند و کشورهای کم جمعیت تر مثل جزیره مالت نمایندگان کمتری. ولی نمایندگان در مجلس نه بر اساس ملیتشان که بر اساس گرایش سیاسیشان می نشینند. مثلا اکثر احزاب راست میانه عضو حزب ملت‌های اروپا هستند که بزرگترین فراکسیون در مجلس فعلی است. احزاب سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات، سبز و غیره هم هر کدام فراکسیون خودشان را دارند که به آنها وقت صحبت در مجلس و داشتن نماینده در کمیته‌های تخصصیش را می‌دهد. پارلمان اروپا خودش نمی‌تواند قانون‌گذاری کند، ولی رئیس کمیسیون اروپا را تعیین می‌کند که این کمیسیون قوانین جدید را پیشنهاد می‌دهد. این لوایح پس از تصویب در پارلمان اروپا باید به تایید شورای وزیران اتحادیه اروپا هم برسند. قوانین و استانداردهایی که پارلمان اروپا تعیین می‌کند در همه کشورهای عضوان به اجرا در می‌آید. این همسانی مقررات باعث می‌شود تجارت بین اعضای اتحادیه راحت‌تر باشد و کشورهای دیگر هم بدانند که با رعایت یک استاندارد می‌توانند کالاهایشان را به همه اعضای اتحادیه اروپا صادر کنند. بعضی از قوانین اتحادیه اروپا به معیاری جهانی تبدیل می‌شوند. مثلا هر بار که سایتی از شما برای استفاده از کوکی‌ها اجازه می‌گیرد، دارد به یک دستورالعمل مصوب پارلمان اروپا عمل می‌کند. چیزی که نشان می‌دهد تصمیم‌های پارلمان اروپا تأثیری فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا دارند. بعد از چند هفته رأی‌گیری از مخاطبان بی بی سی در سراسر جهان، از جمله بخش فارسی بی بی سی، بهترین فوتبالیست زن جهان در سال 2018 از نگاه مخاطبان بی بی سی انتخاب شد. انتخابی که با برنده جایزه توپ طلای مجله فرانس فوتبال هم یکی بود. جزئیات بیشتر از پوریا ژافره. هلو. آدا هکربرگ، تو جایزه بهترین فوتبالیست زن بی بی سی سال 2019 رو بردی. براش یک کف مرتب بزنید. It's so nice of you to come here and film the whole family together. خیلی ممنون که اومدین خونم و از همه فامیل فیلم گرفتین. وقتی راجع بهش حرف میزنم احساساتی میشم، ولی خانواده‌ام مهمترین آدم‌های زندگیم هستن. مادر و پدرم بودن که این صدا رو به من دادن و همینطور به خاطر اونا بود که جرأت پیدا کردم برای باورهام تلاش کنم. آدا الان تبدیل شده به صدای تمام دخترهایی که میخوان فوتبال بازی کنن و این خیلی خوبه. این که بعد از روزهای سخت افتخار کسب میکنی فوق‌العاده است. بردن توپ طلا استثنایی بود. پدرم که همین 2 ماه پیش فوت کرد میگفت داستان آدا مثل یک ماجراجویی میمونه و من الان دارم اون ماجرا رو قدم به قدم تجربه میکنم. انگار برای هر موقعیتی از قبل آماده است، چه توپای زمینی که بهش میرسن و چه توپای هوایی. فکر میکنم این تفاوت اصلی آدا با بقیه بازیکناست. دفعه اول که جایزه بی بی سی رو برد عالی بود، ولی دوباره برنده شدنش واقعا کار سختی بود. خیلی سخته بتونم با کلمات توضیح بدم. همونطور که خواهرم گفت، برنده شدن برای بار دوم باور نکردنی بود. جایزه فوتبالیست زن بی بی سی، عنوانش همه چیز رو میگه. ممنون که به من رأی دادین. سعی میکنم تا جایی که میشه با انگیزه به تلاشم ادامه بدم. بازم تبریک، چون تو جایزه بهترین زن فوتبالیست بی بی سی رو بردی. Yeah!
یکی از پدیده‌های اجتماعی افغانستان در نیویورک بر روی صحنه تئاتر رفته. بچه پوش به پسران بزرگ کردن یک دختر در خانواده‌ای که پسر ندارد اطلاق می‌شود. این دختر که همسایگان فکر می‌کنند پسر است، در سن بلوغ ناگهان باید در نقش دختر ظاهر شود تا بتواند ازدواج کند. تئاتر تولدی دوباره این رسم را به نمایش گذاشته. بهمن کلباسی در نیویورک به دیدن این اجرا رفته. روایت یک سنت دیرینه در افغانستان بر روی صحنه تئاتر در نیویورک. آنچه در میان مردم افغانستان به بچه پوش شهرت دارد، برای تماشاچیان آمریکایی که از طریق این اجرا برای نخستین بار با آن آشنا می‌شوند، بهت‌آور است. کارگردان و مؤسسه تئاتر آمریکایی، بازیگران اکثراً خاورمیانه‌ای و یکی از مشاوران تیم هم شهروند افغانستان. بچه پوشی یک رواج است به افغانستان که اگر یک فامیل پسر نداشته باشند، تنها دختر آورده باشند به دنیا، امکانش است که یکی از دخترهای خود مویایشان قیچی میکنند، لباسهای بچه میپوشانند سرشان و یعنی که عقش داشته باشند که برن فوتبال بازی کنند، مکتب برن کار بکنند، خورای خود و مادر خود این طرف و طرف ببرند. بچه پوشی یک رواج بسیار کهن است به افغانستان. رسم کهن دختران پسر پوشی که ضرورت‌های اقتصادی و نگاه منفی بخش‌های از جامعه به خانواده بدون فرزند پسر سبب آن است. خودش می‌دونه که دختر بازیگر ایرانی این تئاتر نقش دوست دختری که مانند پسر بزرگ شده و رازدار او بوده را بازی می‌کند. بلوغ توی فیزیک اون بدنش نشون داده میشه و به خاطر همین دیگه وقتشه که ازدواج بکنه و بهش میگن که حالا باید دختر بشی و در عرض یک هفته میخوان تبدیلش بکنن به یه دختر. این تئاتر در واقع اون یک هفته رو نشون. اون یک هفته رو نشون. از لحظه که پدرش بهش میگه که دیگه وقتشه که تغییر بکنیم و دختر داره میجنگه برای اینکه میگه خب تمام آزادیای من گرفته میشه، من که من اصلا حتی نمیدونم چه جوری که لباس دخترانه تنم کنم، چه جوری روسری سرم کنم، چه جوری رفتار کنم. تغییر کامل نقش اجتماعی که از کودکی به آن خو گرفته و در سن بلوغ باید با آن وداع کند و محدودیت‌های گسترده‌ای که نداشته را بپذیرد. کارگردان تئاتر می‌گوید با وجود سفرهای زیادی که به افغانستان و خاورمیانه داشته، تا پیش از خواندن نمایشنامه از این رسم و تأثیر ماندگاری که چنین تجربه‌ای بر روی زندگی یک نوجوان می‌گذارد بی‌خبر بوده. When we first picked up this script and read it, I realized I said, "Wow, I don't know anything about Bacha Push." وقتی نمایشنامه رو خوندم، اولین بار بود که با پدیده بچه پوش آشنا شدم. با خودم گفتم اگه من نمیدونستم قطعاً مخاطب آمریکایی هم از اون خبر نداره و تصمیم گرفتیم که این اجرا رو روی صحنه ببریم که خیلی خوشحالم که ازش استقبال شده، درک بهتری از مسائل زنان افغانستان به دست میده. چشمه ای از سختی راه و مقاومت زنان و دختران افغانستان در برابر نابرابری ها برای تماشاچیان تئاتر در پایتخت هنر آمریکا. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. 8 سال پیش از آغاز جنگ داخلی در سوریه، کوین بوبرسکی برای یک ماموریت به آنجا فرستاده شد. او از یادبودهای باستانی و زندگی روزمره شهروندان عکس برداری می کرد. ولی بیش از یک دهه بعد، جنگ خیلی از آنچه در عکس‌های او نقش بسته بود را ویران کرده. کوین مجموعه جدیدی از عکس‌های سیاه‌سفید از آن سفرش را منتشر کرده. او در این باره با بی بی سی گفتگو کرده. از خلال عکس‌های من از سال 2003 میتونیم عمیق‌تر درک کنیم که سوریه واقعاً چه بوده، نه به عنوان شبحی از گذشته، بلکه همچنین تصویری از اینکه سوریه چی میتونه بشه وقتی که گرد و خاک‌ها فرو بشینه و مردم سوریه بتونن تاریخ فرهنگی عمیق و خارق‌العاده‌شون رو در بر بگیرن و بذارن بقیه دنیا هم درباره‌اش بدونه. من کوین بوبرسکی هستم و تازه یک کتاب منتشر کردم به نام میراثی بر سنگ، سوریه قبل از جنگ، که خیلی از یادبودهای فرهنگی باستانی سوریه رو نشون میده.
ما حدود یک هفته در حلب بودیم و قرار بود از سوق بازار قدیمی شهر عکس بگیریم که قصه مردم و مغازه‌دارها رو بگیم. و حتی یه هفته بعد از اینکه هر روز تمام وقت توی سوق میچرخیدیم، باز هم نمیتونستم بدون کمک کسی راهم رو پیدا کنم. یکی از بزرگترین بازارهای هزارتویی که میشه تصور کرد. مکانی پر سر و صدا و شلوغ که در اون واقعا باید مراقب راه رفتنت می بودی تا مثلا به یک خر یا یک کولبر که داره کلی بار با خودش از این طرف به اون طرف میبره برخورد نکنی. سوق حلب تقریبا به طور کامل در جنگ و بعد با آتشبار و بعد بمباران ویران شد. اصلا فکرش رو هم نمیتونم بکنم آدم‌های توی این عکس‌ها چه سرنوشتی داشتند یا تأثیر جنگ بر اونها چه بوده. به خصوص درباره پسران جوانی که عکسشون رو گرفتم فکر میکنم. خوشحال جلوی لنز من ایستاده بودند، بی هیچ خصومتی، با روی گشاده اجازه داده بودند ببینیم کی هستند. حالا 15-16 سال بعد توی فکرم که آیا اونها فرار کردند، آیا جون به در بردند؟ سوالم اینه. دوربین رو خیلی هدفمند استفاده می کردم، به خصوص در پالمیرا در طول اون چند روزی که اونجا بودیم، برای اینکه حس بودن در اون فضا رو داشته باشم، در اون چشم انداز زیبا قدم بزنم و انتخاب کنم چی رو می خوام در کادر عکسم بگیرم. فکر کردم به اینکه حالا این یادبودهای زیبا به عمد ویران شدند، این جنایت علیه میراث فرهنگی سوریه است. خیلی دردناکه. از خلال این عکس‌های قبل از جنگ که میتونیم به خودمون یادآوری کنیم چقدر مهمه که تاریخ فرهنگی رو در خاطرمون داشته باشیم، به ویژه برای سوریه‌های جوان که حالا نمیتونن در وطنشون باشند. این که به یاد اونها بیاد که کی هستند و تاریخ فرهنگی عمیقشون چیه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.